جاوید رحمان در جدیدترین گزارش خود میگوید در جریان سرکوب اعتراضهای اخیر ایران که از 26 شهریور آغاز شد دستکم کم 64 کودک توسط نیروهای امنیتی کشته شدند سرکوب خشونتبار در جریان مراسم خاکسپاری یا یادبود کشته شدگان ادامه پیدا کرده و دادگاه های نمایشی و فاقد دادرسی عادلانه در مورد معترضان ادامه دارد این گزارش با اشاره به بازداشت های گسترده افراد توسط نیروهای حکومتی میگوید بیش از 18 هزار نفر دستگیر شدند و در میان فقط هویت 2942 تن از بازداشت شدگان مشخص شده است. دست 600 دانشجو، 45 وکیل 576 فعال مدنی و 62 خبرنگار دستگیر شدند. جاوید رحمان در این گزارش میگوید دستورهای مستندی از سوی مقامات قضایی و نظامی در ایران صادر شده که در آن گفته شده از هر گونه ابزار ممکن استفاده کرده و با هر گونه اعتراض برخورد کنند. به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل نیروهای بسیج و سپاه پاسداران با استفاده از ابزارهای سرکوب مرگبار معترضان را هدف قرار دادند و دامنه رفتارهای خشونتبار و غیرانسانی در زندان ها و بازداشتگاه ها هم ادامه دارد. جاوید رحمان در نتیجه گیری گزارش خود میگوید سطح سرکوب ها، آزارها و نقض حقوق انسانی از جمله کشدار، زندانی، ناپدید شدن اجباری، شکنجه، تجاوز، آزار جنسی و تعقیب و آزار به حدی است که ممکن است در سطح جرایم بین به ویژه جنایت علیه حقوق بشر قرار گیرد. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل از مقامات نظام جمهوری اسلامی خواسته تمامی قوانین تبعیض آمیز را از هر راهی از جمله اصلاح قانون اساسی ملقا و متوقف کنند جاوید رحمان در میان پیشنهادهای خود به جامعه المللی از آنها خواسته به تحریمهای هدفمند علیه ناقضان حقوق بشر و حقوق المللی ادامه دهند کامبیز توانا صدای آمریکا